سر به در قربتی واسه چی پاتو کفش ما کردی؟ این قلافه زیادی چیه که میکنی؟ آقا زمین به خدا بسیر به تو وسط بهش پاک دنیامون شده آخرتی و من میگر رضا مطاری میفهمی خانم جون به سلامتی رو پاقا لوله لول شدی دومی رو رفتیم بالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم سومی رو اومدیم بریم بالا آشه سلامتی شعبه میدو شهریاده؟ نه بابا اینجا ما شانسی کجاست؟ چرا اینو از من میپرسی؟ خانده یه ما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد کی واسه من قد دیانو خود مردونگی رو کرد و ما واسه چی خر بار رو حضرت دوست هرچی داریم و نداریم از اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان مهربون و دوست داشتنی. امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنین خوب و سالم و سلامت باشین. بله، امروز دو مهمان داریم، دو استاد، دو پیشکسوت. در خدمت سرکار خانم گیتای نازنین هستیم و استاد عطا. من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم گیتای نازنین و جناب آقای عطای عزیز که در ایران مهمان ایران، درسته که خونش ایران و ایرانیه ولی امشب مهمان اینجا. خیلی خوش آمد. یه سلام علیکی با بینندگان خانم گیتا داشته باشین، بریم سراغ سر. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، انشالله که حال همتون خوب باشه، انشالله که این مریضی از کره خاکی از بین بره، همه با خیلی راحت زندگی کنن، مریضی نباشه انشالله. اگر مریضی از خدا شفا بده. درود بر شما جناب آقای عطای عزیز. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امشب در خدمت جناب موسوی نازنین هستیم و یکی از صداهای خیلی زیبا که من همیشه عاشقشون بودم خانم گیتای نازنین که افتخاریه برای من که در خدمت ایشون نظر لطفتون خواهش میکنم. من شرمنده نکنید آقا. زنده باشین. درود بر جفت هنرمند و پیشکسوت. سلامت باشین. جناب آقای عطا امشب اینجا مهمان هستن، همونطور که خدمت بینندگان عرض کردم. درسته که امریکا زندگی میکنه ولی الان در خونه خودش ایران مهمان. درسته. خب جناب آقای عطا، میخوایم که یک بیوگرافی از خودتون بگید. آقای عطا اصالتاً کجایی هستن؟ بفرمید. هر خاک که جز خاک وطن نیست، واجب به تن مرده کفن نیست. اون خاک به سر خاک بخشکد که از مهریه مادر من نیست. اهل تهرانم، خانم شهباز است، خانم در ته پس کوچه یک کوچه تنگ در سبزی دارد. همه وقت و همه روز به روی دشمن و دوست در این خانه مخروبه زیبا باز است. درود بر شما. درود بر شما. خب خدمت سرکار خانم گیتای نازنین هستیم. بخواییم بدونیم سرکار خانم گیتا اصالتاً کجایی هستن؟ البته تو برنامه قبل بیوگرافیش کامل فرمودن، الان میخواییم بدونیم که چون یه سری مخاطب جدید داریم دیگه، میخواییم بدونن که شما اصالتاً کجایی هستید و کجا زندگی میکنید. من بچه تهران هستم. بله. پدر مادرم همدانی بودن، بعد بچه جنوب شهرم، بچه خانیابادم. بله. بچه محل تختی. بله. خدا بیامرز. بله خدا بیامرز. بعد کوچه محمود فیض، آقا عطا فرمودن کوچه باریکیه، کوچه یه کوچه تایه کوچه فیض بود. بله. یه کوچه باریکی بود، توی اون کوچه یه خونه کوچولوی بود. بله. اونجا ما زندگی میکردیم. بله.
اونجا خونه ما بود. بعد دیگه یواش یواش از اونجا بلند شدیم اومدیم تقریبا بالای شهر. با. اینطور که بعد خنده زیاده هم داشتم و پدر و مادر و اینا همه اونجا بودیم. بعد که اومدیم بارا دیگه یواش یواش بچه همه ازدواج کردن رفتن و حالا البته میگم بچه هانو من بچه های من نبودم بعد خواهرام بودم من یه بچه دارم. بله زنده باشن ایشان. سلامت باشه. از دختر گلفروش سوال کردم. بله. که خدمتتون عرض کردم داشتم میومدم دیدم که یک دختر خانم میومد دم ماشین یه دسته گل، گفتم عجب صحنه ای. به آقای مصباح گفتم ما داریم میریم خدمت خانم گیتای نازنین و دختر گل فروش. از دختر گل فروش به ما بگید. خدمتتون عرض کنم که ما من و آقا نجفی خدا بیامرز با هم زندگی میکردیم، یعنی زن و شوهر بودیم. بله زن و شوهر بودیم. بله آقای صمد نوریان هم آهنگسازمون بودن. بله این آهنگ گل فروش و آقای صمد نوریان شعر و آهنگش رو ایشون ساختن. بله و من هم خوندم و مردمم منت سر من گذاشتن و پسندیدن. بله و من خیلی خوشحال شدم. بله خیلی سرصدا کردم. بله. این ملت ایران واقعا خوبن. بزرگتراشون رو دستشون رو میبوسم، کوچکتراشون رو روی ماهشون رو میبوسم. واقعا موقع که دوست داشته باشن از طریق قلبشون دوست دارن. خدا انشالله همه رو حفظ کنه، مخصوصا جووناشون. زنده باشین، درود بر شما. بس آهنگ گل فروش شد شناسنامه خانم گیتا. آقای عطا شما فرمودید من شناسنامه فلان آهنگه، دوست دارم راجع به این آهنگ خورده توضیح بدین. والا اولین آهنگی که البته قبل از اینکه من بخوام پرفشنال کار کنم به طور حرفه‌ای از 13 سالگی میخوندم. بله خب مثل همه بچه ها سر مدرسه صف قرآن میخوندم، سرود میخوندم، دعا میخوندم. حالا هر کدومشون که این بچه ها مریض میشد خانم نمیدن ما جور اونه با هر ستا رو بس بلد بیبودیم، هم دعا بخونم، سرود بخونم، قرآن بخونم. و بعدم یواش یواش بزرگتر شدیم و اولین استاد من، البته پدر من راهنی بودن. بله. کارمند رئیس جریه راهن بود و ما منتقل مشهد شدیم در 13 سالگی. مامان منم خب اینا محجبه بودن دیگه. بله. و تو راهن به ما خونه‌های خیلی خوشگلی بود به ما میداد. مامان من گفت اینا دیوار نداره، من میخوام چیز باشم، کسی منو نبینه نمینم. خلاص بابای ما یه باغ خیلی بزرگی برای ما اجاره کرد، موقع خونه‌ها باغ بود دیگه. بله. خلاصه من به عشق یه دوستی که همیشه خوب میخوند در 7 سالگی و ما هر چی سعی میکردیم مثل این بخونیم میدون چقدر بد میخونیم، به عشق این احمد بهش میگفتی احمد شلی، ولی وقتی میخوند شلمل نبود، خیلی خوب بود. خلاص من شروع کردم تو این باغ، یک دفعه دیدم که یه چیزی خانم گیتا از این حنجره من انگار پاره شد و من شروع به چهچه زدن کردم. باور نمی‌کنی من یه رادیو بود، رادیو مشهد که اون موقع ضبط و اینا نبود، فقط تهران ضبط بود اگه یادتون باشه. بله منو می‌بردن هر چهارشنبه اونجا به طور زنده برنامه اجرا می‌کردن. من مسته مستم اکبر گلپایگانی رو 21 ثانیه چرچه زدم، استاد اکبر گلپایگانی. بله. اینقدر صدا باز بود و از اونجا دیگه خود بزرگتر شدیم و باز منتقل تهران شد. باز از تهران رفتیم مشهد، در کلاس دهم بودیم هنرستان صنعتی مشهد که رفتیم خیابون احمد آباد پیش استاد ظهیرالدینی. بله. که همین آقای سیامک شجریان که برادر زنده یاد استاد شجریان هستن، ایشون هم در لس آنجلس هستن. بله. و یکی از دوستای خیلی خوب من هستن، ولی اون موقع که ما هم دیگر نمیشناسیم. وقتی ما رفت 16 تا صندلی بود اونجا به ما ردیفا و دستگاه رو یاد میدادن. بعد خب ما روز اول بود
من هر کیم یه چیزی میخوندم هم یه چیزی خوندم یادم یه چی خوندم اینا مطمئنا ضعیفتر از اونا بود دیگه. بعد دیدم آقا یکی خیلی قشنگ اون افشاری داشته از اون داخل شما اینا رو بلدی افشاری داشته از اون. گفتم وقتی کلاس تموش کنم تو اینا رو کجا گفت من بچه مشهدم. گفتم خب بچه مشهدی ولی چطوری؟ گفت داداشم خواننده ای خالص زبون مشهدی. حالا ما 6 سال اونجا زندگی کردیم ولی زبون مشهدی رو یاد نگرفتی. از اونجا گفتیم برادرت؟ گفت آره به نام سیاوش. ما دیگه رفتیم رادیو اگرتون باشه زهرا ساعت 1:30 تا 2 گلها چیزا برنامه پخش می‌کردیم. ولی یه روزم استاد شجریان خوند و ما دیگه خیلی به این احترام می‌ذاشتیم و دیگه هر روز می‌رفتیم یکی از اون 16 تا صندلی ارج. بله از اون آهنیا بود ارج. بله می‌شستیم و اولین استاد من ایشون بودن. بله بعد از ایشون دیگه یه مقدار عوض کردیم و خودمون چیز بخوندیم و اینا تا اینی که باز منتقل تهران شدیم و رفتیم دانشگاه و دانشگاه رو ما می‌خواستیم بریم امریکا. گفتن اگه شما بخواییم برید امریکا چون برق و اینا بودیم بس می‌رفتیم سربازی. بله حتما رفتیم سربازی. یه سری بچه محل داشتیم میدونستن که ما آواز می‌خونیم ما رو معرفی کردن. هر روز بعد از ظهر این بچه ها میمدن خالا تو حساب کن از صبح رژه رفتی فلا اینا دست پای منو میگرفتن میبردن تو گورهان خودشون من برای اینا آواز میخونم. این صدا پیچید و اومدن دنبال ما شما آواز میخونید؟ بله. 6 ماه تعلیم تخصصی 3 ماه تموم شد منو بردن باشگاه افسران لویزان ستاد نیرو پشت کاخ نیاورو. بله دیگه بقیه سربازی رو اصل این که من یاد گرفتم از استاد ظهیرالدینی بود و اونجا چون که خانم گیتا و استاد گیتا میدونه که حضوری وقتی تو تمرین کنی یعنی با ارکستر که تمرین کنی اون اصل مطلبه. درسته. و یه ارکستر 7 نفره خیلی زیبا داشتیم و اونجا من موزیک رو قشنگ یاد گرفتم. من 5 تا آهنگ اونجا با یه ضبط آکایی خوندم هنوزم تو لس آنجلس داره ولی هیچ موقع پخش نکردم. من اونجا که میخواستن امتحان کنن ببخشید روده درازی نمیکنم یه چیزای شیرینیه که مردم دوست دارن اینا باشن. اونجا وقتی از من خواستن امتحان کنن هر خواننده‌ای که شما بگی ما خوندیم. آخرش اون یه جناب سرگردی بود با یه جناب سرهنگ به نام سرهنگ قادری. بله. این از اون سرهنگایی بود که یه نفر گمشتهشو کشته بود درجه تیمسازیشو گرفته بودن سرهنگ کرده بودن. گفت این فقط از گلپا باید بخونه. حالا اون چطوری تشخیص داد صدای من؟ چون من از بچگی مقلدم استاد اکبر گلپایگانی. بله از اون تقلید میکردم کاری نداریم. 3 تا آهنگ من خوندم از استاد اکبر گلپایگانی. 3 تا آهنگ سخت. بله. یکی نمیمونده نمستی، یکی خونه عشق، یکی حواس میکده دارم. این خونه عشق و نمیمونده نمستی تریک داره. بله. شما بس بدونی چطوری نمیمونده نمستی اینو بس چطوری بگی. باور نمی‌کنی نمی‌دونی من خوندم یا استاد اکبر قربانی خوندم. ولی وقتی که خواستم خودم باشم دیدم دست دو فایده نداره. تو خدای استاد اکبر قربانی هم بشی بازم دست دویی کسی تحویلت نمیگیره. که سعی کردم خودتو حساب کن سالها 24-5 سال 30 سال تو جلد یکی بودی حالا می‌خوای در بیای از اون جلد. که اولین آهنگی خوندم آهنگ مریم بود که یه داستان خیلی شیرینی داره که البته بعدش هم آقای استاد ایرج امیرنظام که شعر آهنگ این آهنگو ساخته بود به من جواز داد مجوز اون آهنگو داد و هر کی دیگه هم که بخونه بدون مجوز خونده. بله. و من با هر موقع دوست داشتیم. بله. من میتونم راجع به داستان مریم. بله. یا سوالی از خانم گیتا زیبای ما بکنین. آره. بعد من داستان مریم براتون تعریف میکنم. خب خانم گیتا ساکت نشستی گوش میکنم. خب الان در حال حاضر چیکار میکنی؟ همش خونه نشینی یا کار هنری هم انجام میدی؟ الان نه کار هنری نه تو نه. خونه نشستیم بالاخره بچه ای و نوه ای و اینا سرمون گره با اینا دیگه. بله ما از دختر گلفروش صحبت کردیم از انشاءالله که زنده و سلامت باشن از استاد صمد نوریان. بله چون من یه خاطره خیلی خوبی از این استاد دارم و
فکر میکنم تمام خواننده های کوچه بازاری، نه 90%، تمامشون یه جورایی مدیون صمد نوریان هستن. بله. چون به هر کی ترانه داد، شعر داد، گرفت و شد شناسنامه. اصلا نمیدونم بله. آقا حتی شما واقعا شنیدین میشناسین دیگه؟ من اصلا خودم باش دوست بله. صمیمی هستم. بله. این موضوعی که اصلا آهنگ میداد رد خور نداشت بله. نگیره دقیقا بلا فاصله مثل تو منفجر میشودش. خب الان آقای صمد نوریان نشسته داره این برنامه رو میبینه، چی دوست داری بهش بگی؟ رو به دور بین. سلام صمد جون، حالت خوبه؟ هنوز بازم دلم میخواد بخونم آهنگاتو، هرچی دارم از آهنگای شما دارم، از شعرهای شما دارم. تشکر میکنم. تو این سنم که هستم بازم دوست دارم بخونم و فقط آهنگای شما رو. الهی که زنده و سلامت باشی. یه سوال دیگه داشته باشم، بریم این آهنگ گلفروش رو ببینیم. خانم گیتا، دلت برای لاله‌زار تنگ میشه؟ بله که میشه. خب چه حسی داری اون موقع؟ بعضی موقع به بهانه این که یه چیزای کوچولو ریزی که میخوام بخرم میرم به هوای مهران و کوچه امیل لاله‌زار، از پایین لاله‌زار میام، از دم تئاتر نصر رد میشم. نگاه میکنم، باور میکنی شبش خوابم نمیبره؟ همه اون کارا، همه اون چیزا، عکس من خورده بود اون بالا، 3 متر 4 متر خورده بود اون بالا، همه اینا مثل فیلم از جلو چشم میاد رد میشه. تا ساعت 2-3 اینطوری رو بیدارم و به این چیزا فکر میکنم. بله. خب توسط سرکار خانم گیتا و عطای نازنین، بریم ترانه گلفروش رو ببینیم و بشنویم، برمیگردیم باز در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. ما برگشتیم ترانه دختر گلفروش آسان. یادی کنیم از زنده یاد استاد جمشید نجفی. بله. که با شما همکاری میکردن. خب جناب آقای عطای عزیز، عطای نازنین و دوست داشتنی، قبل از اینکه راجع به ترانه مریم صحبت کنیم، یادی کنیم از زنده یاد احمد آزاد. چرا اصلا مشکی پوشیدی الان شما؟ والا حقیقتش اینه که من روی شما رو نتونستم زمین بندازم. زنده باشی. چون که موقع مسابقه کردن اینا نبود. مسابقه بس راجع به آقای احمد آزاد باشه، ولی احمد آزاد دوست و برادر بله. عزیز 36 ساله من بود. خانم گیتا خدا رحمت کنه، ما هیچ موقع با هم کامپیتیشن، یعنی رقیب نبودیم. از اون موقعی که من، خب من 43 ساله که تو لس آنجلس تو امریکا هستم، ولی من اون ور درسم رو خوندم طرف تنسی و، ولی کار مهندسیم رو تو لس آنجلس کردم. ما 8000 تا ساختمون تو لس آنجلس زد زلزله کردیم و 6000 تا ساختم تو سان فرانسیسکو. در کنار کارم آوازم میخوندم و با آقای آزادم، واقعا بس اسم آقای آزاد رو بگیم، استاد احمد آزاد. بله. به خاطر اینکه این انقدر باسواد بود آقای موسوی، خانم گیتا اصلا میشستید در پای صحبتش کیف میکردید. کافی بود یک دونه موضوع شما ازش بپرسی و از ریشش برای شما خیلی کتاب خونده بود. این آخر سری هم که کامپیوتر اومده بود، تا ساعت 5 صبح این پای کامپیوتر بود، هم مطالعه میکرد همین کارهای خود. 20 سال 21 سال این آدینه رو داشت، صبح آدینه رو داشت. خب این برنامه سخته، میدونی خیلی کار سخته. من خودم 6 سال عطاشا رو داشتم تو تلویزیون آی پی ان آقای مهران عبدشاه، واقعا خسته شدم دیگه. گفتم با نخواستیم ما اصلا شما میدونی. میدونی این کاری که شما میکنی، واقعا من از شما تشکر میکنم که کار خیلی خیلی سختیه. به هر حال ما، البته یه چیز من اعلام کنم قابل توجه بینندگان عزیز، جناب آقای عطا، من ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. هم الان اگه برین منزلشون 50 تا مهمون داره تو ایران، ولی اومد تو کوچه خاطره ها. ممنونم ازت. من کوچیک شدم، من بس راجع به ترانه مریم میخوایم صحبت کنیم. اینه که به هر حال ما عزاداریم به خاطر آقای استاد احمد آزاده که متاسفانه این مریضیاش اینا رو
دیگه همش پیش ما بود و به هر حال ناراحتی گوارشی داشت، بعدم سکته کرد و ما از شما تشکر میکنیم. واقعا ملت ایران قدردانی میکنن از شما که زحمت کشیدین. خب خیلی درد سر داره از امریکا جنازه یکی رو برداری بیای که حداقل 25 سال توی یه کانال سیاسی بیاد ایران. البته سیاسی نبود، نه اصلا کارش هنری بود. البته سفارت که نه، دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن خیلی همکاری، خیلی همکاری واقعا اگه اونا نبودن اینجا هم خیلی همکاری کردن. بله بله اینجا هم که اصلا شهردار و استاندار و فلان همه واقعا دست همشون درد کنه. بله به هر حال در آخرین برنامه چقدر این بنده خدا از آقای دکتر داداشی صحبت کرد، از آقای حبیب جهانی صحبت کرد، یادی هم از ما کرد که راجع به کتاب و که این کارهایی که تو ایران داریم انجام میدیم چقدر قدردان بود. بله ما نمیخوایم بیننده ها ناراحت بشن. ما به شما هم تسلیت میگیم، به خانم گیتا تسلیت میگیم در گذشته جناب آقای آزاد رو. آهنگ محلی. بله من در همون 13 سالگی چقدر من حال میکنم خانم گیتا رو نگاه میکنم. برای اینکه خانم گیتا باور کن سالهای سال چقدر این تلویزیون ها خواستن ایشون مصاحبه بکنه نمیکرد و خوب کاری هم میکردی نمیکردی. برای اینکه به هر حال داشتی زندگی و لذت میبرم واقعا در خدمت شما هست. ما در 13 سالگی یه روز داشتم از همون عشرت آباد راهن خونم داشتم میرفتم طرف میدون مجسمه. بله حالا دیگه نمیدونم چه میدونی گذاشتم. مجسمه همون میدون انقلاب شهرداری ایران شهرداری هستش مال مشهد. بله بله تو مشهد بود. بله بله خب اون زمانم برف و اینا میومد، مثل حالا نبود که برفی نیاد بارونی نیاد. بله. همین تهران ما پشت اونها رو پارو میکردیم. بله مشهد هم که دیگه هیچی دیگه. بعد از پشت اون هم میرفتیم رو برفا. بله میپدیم. آره میپدیم. و من خدا بیامرزه داداش قاسم منو تو باغ ناداری عکاس بود. بله. حالا در مثلا 16 سالگی و مثلا 3 4 سال از من بزرگتر بود، 17 سالگی. من همینطوری که پیاده می‌رفتم گفتم پول نداشت که تاکسی سوار شیم، نمی‌دونم یا اتوبوس اینا، فقط اینجا خط 11 و یا علی اعتمادت می‌خواستیم بریم سینما. بله. تو خیابون ارگ. همین به میدون مجسمه که رسیدم اون موقع مثل حالا نبود، میدون مجسمه‌هاش ساختمون باز بود و یه میدون خیلی زیبایی بود. یه دفعه دیدم یه صدایی داره میاد میگه اشکی که ریزد ز سینه من، آهی که خیزد ز سینه من، اشکی که ریزد ز دیده من، آهی که خیزد ز سینه من، رنگ تمنا ندارد تو آن گل مرگم سپیدی، بی تو دلم شوری و امیدی، دیگر به دنیا ندارم، دیگر به دنیا ندارم، دیگر به دنیا ندارم. باور نمی کنی من از اون موقع عاشق این مریم شدم. رفتم تو دیگه که خونده یه خواننده به نام بهروز. پس مریمی هم وجود داشت؟ بله مریم. نه نه مریم وجود نداشت. البته من خود ببخشید این مریمی بود از در کار یا اینکه یه نفری داشت اینو میخونه؟ یه نفر داشت میخونه، اونو که اصلی خونده دارم میگم. بله چون که من هیچ موقع دوست ندارم خانم گیتا. خیلی از این خواننده‌های معروف ما هم هستن متاسفانه آهنگ این اونو میخونن به نام خودشون ثبت میکنن. من اصلا دوست ندارم. یکی از اون چیزایی که استادم ایشراج امیر نظام عاشق منه و گفته همه این 15 تایی که خوندن ریجکت به درد نمیخوره، فقط عطا. به خاطر که عطا بود که منو باز زنده کرد. چون که من خیلی این آهنگ مریم گل کرد و هنوزم خدا رو. و ما تحقیق کردیم دیدیم یه خواننده اینو خونده به نام بهروز. بله. و ولی متاسفانه این آهنگ خیلی گل کرد تو مشهد، ولی همون مشهد. اون موقع دیدین برادکاستینگ و اینا اینقدر قوی نبود که نمیدونم تلویزیون و روزنامه و فلان اینا. من وقتی که رفتم امریکا خواستم وارد سیستم خوانندگی بشم، همیشه دوست داشتم این آهنگو بخونم. و یکی از دوستان خدا بیامرزش رضا اسدزاده
یکی از بزرگان مشهد هستن که ما هم کلاسی بودیم تو هنرستان صنعتی مشهد و هتل ایران و ایران هتل مال اوناست اینا. خیلی مرد محترم و خوبی بود. به این گفتم و این کاست رو برای من فرستاد و من مریم رو از اون حالت مریم اون با ارکستر 72 نفره ما تنظیم کردیم. آقای بهروز پناهی اینو تنظیم کردن و اصلا اوورتور و ایناش با اون مریم اصلی فرق میکنه. اینه که خدا رو شکر، خدا رو شکر که این آهنگ گرفت و استاد ایرج امیر نظام انقدر از این کار من خوشش اومده بود که مجوزش رو به من داد و گفت عطا جون، من وقتی که قبل از این آهنگ تو بخونی من 8 شاگرد نداشتم، الان 81 شاگرد دارم. و هنوزم ایشون هم این هفته پیش با من صحبت کردن که یه آقایی که داره راجع به آهنگ مریم، فقط مریم، 15 ساله داره ریسرچ میکنه، داره کنجکاوی میکنه و منتظر منه که در 15 روز دیگه من برم مشهد که با استاد ایرج امین نظام بشینیم. و گفتم استاد بس باشه که شفاهی هم اوکی بکنی که ما فقط خودمون حرف نزد باشی و این آهنگ رو درشو ببندیم و مردم بدونن این ریشش کجا بوده. بله جناب آقای عطار اینقدر زیبا صحبت میکنه، من فکر میکنم که مادرم هم پالاسترم داره برای من لالایی میخونه. یه لحظه خوابم گرفت، اینقدر زیبا صحبت میکنن. خب بس بریم این ترانه مریم رو ببینیم. ببینیم برگردیم باز در خدمتش. فدای شما بشم، اینقدر قلب مهربون داری. وقتی گفتم عطا جان ما یه همچین برنامه‌ای داریم میای، گفت چش میام. ممنونم. مگه میشه به شما چش نباشه؟ شما این همه زحمت موسیقی ما رو کشیدیم، مگه شوخی؟ بینندگان عزیز، یکی از من خودم 6 سال گفتم عطا شد، یکی از سخت‌ترین کارها این مصاحبه است. برای اینکه به هر خواننده‌ای که صحبت کنی هزار تا بهانه داره که نیاد. خیلیام زود میان. ولی حالا میپرسن خب ما کجا میخوایم بریم نمیدونم فلان، دیدی که خانم گیتار هزار تا داستان دارن پشت و ایشون چون خودشو ثابت کرده دیگه وقتی به من نوعی میگه شما وقتی خانم گیتار رو بکشی اینجا دیگه ما که دیگه هیچ چیز دیگه. من این افتخاریه برای من که خدا این مهر رو انداخته به دل شماها. سرکار خانم گیتا 43 سال صحبت نمیکنه. تو رو خدا من حق بعد از 43 سال میاد کوچه خاطره. بله بله این محبت شماست و مهر خدا تو دل شماست. این کار خداییه، خداییش. خانم گیتا من همین دیروز یکی از تلویزیون ها بهش التماس میکرد، التماس میکرد که من میخوام یه گفتگو داشته باشم، که تماس گرفتیم و گفتم فردا اینجا مهمونه. بله میام میشم. این توی من از شما ممنونم واقعا. من شما خب خانم گیتا بریم سراغ ترانه ها. بریم. من چند وقتی پیش یه ترانه ای رو پخش کردم که چندین نفر از کارگردان ها هنرمندا به من زنگ زدن. بله من سعی میکنم، یعنی من نه شما آقای عطا، همش سعی میکنیم دل مردم رو شاد کنیم. خب زنگ میزدن، اصلا یه کارگردانی به من زد شما میشناسین، گریه میکرد با بغض، آقای موسوی این آهنگ داشکل رو پخش کردی ما رو بردی اون عالم نمیدونم فلان اینا. راجب داشکل صحبت کنیم، چطور شد این آهنگ رو خوندی و ساخته کی بود داشکل؟ از ساخته های آقای صمد نوریانه. صمد نوریان. بله باز شعر آهنگ مال صمد نوریانه. خیلی کم اتفاق می افتاد که شعر مال کسی دیگه، مال شاعری باشه که آقای نوریان روش آهنگ بذاره. معمولا خود شعر آهنگ رو با هم دیگه می ساخت. بعد مال آقای صمد نوریانه که من خوندم و بعد خیلی هم مردم خوششون اومد. و این تو فیلم فکر کنم پخش شد اول، فیلم که فیلم هم پخش استاد بهروز موسیقی بازی میکرد. بله بله, بله. خیلی زیبا. بله خب مردم خیلی دوست داشتن، همینجوری هم الان هم میشنون، خیلی احساسی میشن. بله. خیلی خیلی این آهنگ وقتی پخش شد مرتب با من در تماس بودن و میگفتن که واقعا امروز عشق ما رو در آوردی. میگم بابا انشالله که عشقتون از سر شوق باشه، خنده هاتون هم از تایی دل باشه. انشالله. بله حالا یه خود از اون متن شعر آهنگش هم اگه میتونین
که برای یادآوری دوستان چطوری بود که شعرش که یادم میگید که حالا بله بفرش با جزا آقای عطا من فدای تو بون خستگیاتم تشکر عاشق مردی و مردی و مردونگیاتم تشکر تشکر. خب بله شنیدیم ترانه زیبای داشاکل رو. بله. چقدر زیبا، چقدر زیبا خوندین این آهنگو و به دل مردم نشست. همینطوره. ما وقتی صحبت میکنیم جناب آقای عطان نگاه میکنه. البته ببخشید. ببخشید. من عذرخواهی میکنم. پیش یک استاد نشستن و صحبت کردن. سالها عطا شو رو اجرا میکردن و ما میدیدیم. چقدر لذت بردیم از این شو. واقعا لذت بود. ببخشید که من نشستم. دیگه در حال استادی گفتن و شاگرد ما داریم درس پس. خب جناب آقای عطا ترانه خوندین، عجب حالی داریم امشب. واقعا الان امشب چه حالی داریم؟ والا راجع به این بحث یه شبی ما نشسته بودیم و آقای آزادم دیگه حوصله کنسرت رفتن اینا خدا زنده یاد استاد احمد آزاد حوصله کنسرت اینا نداشت. بله بهش گفتم چرا نمیری؟ این همه تلفن تلفن تلفن. یه روز تصمیم گرفتیم که بیایم دیگه با هم کار کنیم، چون حداقل هفته ای مثلا هفت روز چهار روزش خونه ما بود. سهل. با خیلی دوست داشت، خیلی مرید و فلان اینا خیلی داشت. مثل شما مریضه؟ نه اصلا اون موقع مریض نبود، ولی تنها دوستش من بودم که خیلی با هم گفتم رقیب نبودیم، چون که من مثلا آواز که میخونم یا میخوندم من رول مدلم استاد اکبر گلپایگانی بود، اون رول مدلش استاد ایرج بود. در حالی که ما با هم نمیتونستیم، اگرم رقیب بودیم رقیب قشنگ بود. گفتیم که بیایم یه کنسرت بذاریم، یه توری بذاریم. گفتش که باش. گفتم خب اینطوری که نمیشه تور بذاری، اگه میخوای تور بذاری مود شده بود که دو صدای همه بخورن. گفتم احمد جان بیا آهنگی درست کن، چون که هم شعر میگفت هم آهنگ میساخت، خیلی طبع قشنگی داشت. گفتم که بیا یه شعر آهنگی درست کن که دوتایی بخونیم و رو همون کنسرتامونو بذاریم. آقا ما همین صحبتی کردیم، فردا شماد گفت بیا آهنگ آزار. ما بلا فاصله یه کیبورد زنی داشت آقای احمد اون پشتش دیوید. بله. اونم یه استودیو داره. خلاص رفتیم تو اون استودیو. خب همه کارا رو خود احمد جان میکرد دیگه، از نظر تنظیم و فلانا. به دیوید گفت این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن. ما منو شعرشو بلد نبودیم، همونی رو کاغذ نوشت و چون خوندنش ساده بود سخت نبود خوندیم و عجب حالی داریم امشب، چه احوالی داریم امشب نمیدونم، همه مست و خرابن و فلان. و این آهنگو موقعی که من کنسرت ها رو شروع کردم، چون میگم احمد خودش حوصله نداشت، یه 10 تا کنسرت گذاشتیم تو اروپا، از سوئد و دانمارک و نمیدونم نروژ و هلند و آلمان و فرانسه و نمیدونم اینا، 10 تا کنسرت اونجا گذاشتیم، 4 تا توی کانادا شد 14 تا. و این آهنگو و با هم دوتای عکس گرفتیم و فلان اینا و دیگه اون جیپ رو کرایه کردیم و 3 روز دنبال اون جیپ گشتیم که جیپ قرمز گیری بیاریم، اگر هم سیاه بود سفید بود ولی ما قرمز میخواستیم، چون که تو چیز قشنگتر میشه تو زیر دوربین. خلاص دیگه اونو و یکی از دوستان خیلی خیلی نازنین ما آقای مهندس علی نقاش، ایشون تو کوههای ملیبو یه زمین خیلی خوشگلی داشتن که ما میرفتیم رودخونه‌ای و فلان اینا. خلاصه یه سری این اسباب اساسی ما خونه ما بردیم، چون که من خونه‌مون مثل یه باغچه است، مثل دربند دیدین چطوری، ما یه آلاچیق درست کردم و فلان اینا، پاتوق هنرمنداست میان اونجا و از خدا زنده یاد استاد جمشید شیبانی بگیر تا به خیلی‌هاشون و اون
چیزا رو برشی بردیم اونجا لب آب و درست دربند رو درست کردیم و هنرپیشه‌های خارجی رو هم صدا کردیم و یه سری هم ایرانی دوستای خودمون بودن، اونی که تنبک میزنه، اونی که تار میزنه، اونی که نمیدونم قلیون درست، اونی که کبا چیز بلال باز میزنه و این آهنگ خدا رو شکر خیلی برای ما خوب بود که اون اولش این 14 تا کنسرت بود که بعدش هم باز تازه کنسرت گذاشتیم و دیگه همینطوری تا موقعی که آقای یعنی من اومدم ایران و البته ایران بودم، یه کنسرت داشتم تو لندن که شب یلدای دو سال پیش آخرین کنسرت من تو لندن بود که رفتیم لس آنجلس و قرار بود که من و آقای احمد آزاد و استاد ایرج و احسان فدایی ما چند تا کنسرت به توسط کنسرت گذاره خود اونجا که آقای آزاد برای اینا درست کرده بود ما با 8 تا کنسرت شروع کنیم و بعدش ادامه بدیم تو امریکا، بعدش ادامه بدیم کانادا و استرالیا و بعدش هم اگه بشه اروپا اینا. که این کرونا اومد اون کنسرت گذارم خیلی ضرر کرد به خاطر استاد، بس اینا رو از اینجا از ایران می آورد اونجا کلی پول وکیل و نمیدونم فلان، بعد اونجا خونه براشون اجاره کرد دیگه. بله اونجا که اومد استاد ایرج خونه اجاره کرد، استاد ایرج رو احسان فدایی، بله بله، که استاد ایرج هم عمل کرد بود پاشو اینا. البته خب ما اینقدر تو لس آنجلس قوی هستیم که بلا فاصله من و آقای آزاد پریدیم و یه دکتری داریم به نام دکتر عارف کرباسی، بله، که کلینیک داره خودش و خانومش هم نرس برجسته اتاق عمل و نمیدونم خیلی واردن اینا کلینیک دارن. گفتم دکتر جون دست به دامنت، استاد ایرج اومده به مثل همین دکتری که الان اینجا دکتر داداشی، دکتر داداشی که همه ما رو میخواد عمل بکنه دستش هم درد نکنه، اونم همه ما قرازه ایم اونم خب حالا ما ها اونجا اینشورنس داریم بیمه داریم ولی خب استاد ایرج که نداشت. آقا هر روز من دکتر رو برمیداشتم بعد از ساعت 6 7 که مطب رو میبست، کلینیک رو میبست، میبردم پیش استاد ایرج و واقعا هم من اینجا جا داره که از دکتر خیلی تشکر کنم. خود استادم از شما خیلی راضی بود، خیلی تعریف میکرد، خیلی راضی بود دستتون درد نکنه. بالاخره اونجا قریب نوازی کردی. نه ما وظیفمون انجام دادیم، ما واقعا من یک سوال از خدمتون داشته باشم بریم این ترانه رو ببینیم با عجب حالی داریم. عجب حالی داریم باشه، بله. خدا بیامرزه احمد آزاد رو تو تمام ترانه هاش از می اسم برده، مثلا ساقی امشب می بده فلان یا خیلی از ترانه هاش. این چرا این جمله رو به کار می برد؟ شما وقتی خیلی بهش نزدیک بودی میدونی؟ آخه این اولین آهنگش همین بود دیگه، ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستت اینا، یا می زدم و می زدم و آره تو از اون گرفت فن. رفت توی به یوینا و خیلی به صداش می خورد و مثل اون همون مثلا اگه عشق همینه، اگه بله. وقتی خانم گیتار خوند، بله. یعنی دیگه کسی جرأت داره اون خونو بخونه؟ نه دیگه خیلی ها خوندن، بله فهمیدی، ولی از ملودی شو چینا استفاده کردن، بل فروش شو نمیدونه عرب عجم ترک همین رو خوندن، بله. ولی اونی که شما خوندی مرتبا نمیخوام رو جلو از شما تعریف کنم، برای اینکه ماها قضاوت نمی کنیم خانم گیتای نازنین من، این مردم هم که قضاوت میکنن و منو نمره به هم میدن، شما رو نمره میدن، ایشون رو نمره بهشون میدن. اینه که اون صدای بالا و لطیف و زیبایی که شما تو این آهنگاتون اجرا کردین واقعا من اگه بودم هیچ موقع نمیخوندم آهنگای شما رو، برای که من نمیتونم مثل شما بخونم، ولی خیلی ها خوندن و حالا سودش هم بردن نبردن، اینا از شما اجازه گرفتن خوندن نخوندن، همین که آهنگای منو میخونن اجازه هم نمیگیرن. اندی هم مگه نخوند؟ خوند دیگه، اگه نیشتا بیرنو اندی هم خیلی بچه خوبیه، من خیلی دوستش دارم و خیلی دوست خوبیه برای همین، بله. اگه اندی اندی خونده رو اون حالت حسادت و نمیدونم اینا نخونده، برای اینکه اندی یه کرکتر خیلی خوبی داره میدونی و شاید باعث شد این آهنگ باز بیشتر سر صدا بود. حالا من خدمت شما عرض کنم که
اگر کسی آهنگ منو میخونه و این باعث میشه که زندگیش به چرخه خیلی راضیم. بارک منم همینو میگم. درود بر شما. اگه درآمدی داره براش زندگیش به چرخه نون خانواده رو در میاره حلالش باشه. زنده باشین. خب من از جناب آقای عطا میخوام که یک کوچولو عجب حالی داریم امشب تا بریم ترانه رو ببینیم با صدای شما بریم ترانه رو ببینیم. عجب حالی داریم امشب چه احوالی داریم. عجب حالی داریم امشب چه احوالی داریم امشب همه مست و خرابیم خرابیم. باشو رقص و بپا کن کمی با ما صفا کن دو روز عمر دنیا دلو از غم رها کن دلو از غم رها کن. گذشت عمر و جوونی باشو فرصت همینه دلو بسپار به شادی که غم ها در کمینه که غم ها در کمینه. عجب حالی دارم امشب خوش احوالی دارم امشب پسر مست و خرابم با غم ها بی حسابم. عجب حالی داریم امشب چه احوالی داریم امشب همه مست و خرابی با دنیا بی حسابی. خب دیدیم و برگشتیم ترانه عجب عجب حالی داریم. چه حالی پیدا کردیم امشب. برنامه هم شاده با ترانه گلفروش. میدونم که امشب تو خونه ها رقصیدن خدا رو شد. ما دوست داریم که دل مردم شاد باشه از این حال هوا بیان بیرون. من بین برنامه از جفت هنرمندام عذرخواهی میکنم. عزیزان در برنامه قبلی هم من خدمتون عرض کردم کوچه خاطره ها از هیچ جا حمایت نمیشه. کوچه خاطره ها با عشق دارن میان جلو. بچه ها الان چند تاشون که پشت دوربین نشستن این کار دلیه. ما دوست داریم، ما هنرمندامونو دوست داریم. چون شما دسترسی ندارین دوست دارین با خانم گیتا یا آقای عطا دیداری داشته باشین، ما راحت میاریم خونه شما. یعنی هر هفته یک ساعت مهمان منازل شما هستن. همینقدر که این برنامه رو دوست دارین و به دلتون نشسته، چون با این پیام ها با تو خیابون وقتی روبرو میشیم میدونم که به دلتون نشست. خب خانم گیتای نازنین در خدمتم. خانم گیتا اولین ترانه‌ای که خوندی، بعد البته اون موقع خانواده سخت میگرفتن، برای شما هم سخت گرفتن که نخونی بله. نباید بخونی و فلان. بله. خب مثل الان نیست که شما مثلا میگی خب میخوام برای نوام یه پیانو بخرم. نه. یا الان داره ماشاءالله داره دف میزنه. اون موقع اینجوری نبود. بله. خیلی سخت میگرفتن. اولین ترانه‌ای که خوندی و خودت هم اومدی، حالا از هر رسانه اون موقع اینجوری نبود، خیلی حالا یا گرام بود و یا زهر. گفتم میخوام خواننده بشم. به کی گفتی؟ به خودت گفتی؟ به خانواده. به خانواده. بله. پدرم گفت نه چیزی غیر ممکنه، مگه میشه؟ نه اصلا اینا گفتن نه و اون نمیشه و خلاصه من فرار کردم از خونه. از خونه. از خونه فرار کردم و رفتم خونه که از دوستای دیگه هم که دیگه میرفتم تمرین و اینا. پیش رشید مرادی خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کردم. بله فوت کردم. بعد خلاصه دیگه دیدن نه من دوست دارم نه. علاقه دارم به این کار. اومدم منو برداشتن بردن و بعد چند سالتون اینجا؟ چند سالتون بود؟ اون موقع من 17 سالم بود. 17 سالتون بود. بله. 16 17 سالم بودش. بله. یادتونه کدوم ترانه رو خوندین؟
آهنگ اون موقع من آهنگای خواننده ها رو میخوندم دیگه. بله از خودت آهنگ نداشتی؟ از خودم نداشتم. نه بعد یواش یواش با اسدالله باقری شروع کردیم کار کردن که ایشون به من یه آهنگی داد. اولین آهنگم یادمه اسمش بود ای دل ای دل. ای دل ای دل دقیقا یادم نیست. خواننده‌اش یادتونه؟ خودم برای من ساخت. اولین ترانه‌ای که برای خودتون ساخت اسدالله باقری برام ساخت، من خوندم اونو. بله. بعد اون آهنگ چیکار کنم که یارم عاشق شده برای من آینه یه دق شده سلامش میکنم جواب نمیده چرا جونم نمیدونم صدایش میزنم جواب نمیده چرا جونم نمیدونم چیکار کنم که یارم عاشق شده برای من آینه یه دق شده. اینم دومیش بود. دیگه یادم نیست دیگه این آهنگسازون آهنگساز و گذاشت تا اینکه آهنگ یه شب جمشید اومد خونه گفت یه دونه آهنگ برات گرفتم. اون موقع زن شوهر بودی؟ بله. گفت یه دونه آهنگ برات گرفتم که انشالله بخونی بگیره. ما با هم کار میکردیم زن شوهرم بودیم ولی اصلا استعداد برم نداشتیم. گفتم یه باشه ببینیم. بعد آورد و آهنگ مال فیروز برنجیان بود اون آورد و اگه عشق همینه بود خوندیم و جمشید اومد و گرفتن و رفتیم ضبط کردیم و هیچی دیگه تکون خود خود فیروز هم تکون خود. همین بابک رادمنش کردن؟ بله اسمشون بعدا عوض کردن کردن بابک رادمنش. اون موقع یه تکون حسابی ایشون خود منم همینطور. بله کدوم آهنگ بود؟ خدا خواست. البته این کار خدا بود. این کار خدا بود و مردم خدا خواست که مردم خوششون بیاد و گرفت دیگه. بعد دیگه پشتر هم آهنگای دیگه بود دیگه با پای خسته رو خوندم و اون چطور بود؟ اونم خوب بود. پای خسته یعنی یه دونه صفحه که یه یعنی میتونی یه زشو بخونی ببینی چطوره. با پای خسته دل بشکسته سر راهت اومدم 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 نگام نکردی صدام نکردی. با پای خسته دل بشکسته سر راهت اومدم 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 نگام نکردی صدام نکردی نگام نکردی صدام نکردی. خب ما میخواییم از آهنگ کاروان هم خود صحبت کنیم. بعد این آهنگ رو ببینیم. از کاروان به ما بگو. من شنیدم که وقتی مادر در قید حیات مادرتون نه روحشون شاد یادتون گرامی دو ساله بله خواستن یه سفر برن این آهنگ رو برای مادر خوندید. این شایعه بود مادرم اینشالا که اگه اینا که میشنون صحبت های منو مادرشون اگر زنده است که هوای مادرشون رو داشته باشن. مادر تویش بازاری نمیفروشن. حواستون باشه هوای مادرتون رو داشته باشین. بعد خدمتتون عرض کنم که مادر من میخواست بره مکه. بله. من یه دینی داشتم به مادرم. مادرم رو خودم فرستادم مکه. بعد این آهنگ رو در نبودش خوندم کاروانو. این ترانه رو تقدیم میکنی به همه مادرها به همه مادرهای دنیا مخصوصا ایران. اونهایی که مادر دارن قدرشو بدونن قدرشو بدونن. اونا هم که ندارن روحشون شاد. ما این ترانه رو تقدیم میکنیم به همه مادرها. حسابی مادر رو هواشو باید داشت. بریم این ترانه کاروان رو ببینیم. پس بگذاریم آقای موسوی میگه بیچاره تر از مادر بیچاره کسی نیست. عاشق تر از این سوخته دل زج کشی نیست. در هیچ مرام و دین و آیین مثالش مسی نیست. آخه بیچاره تر از مادر بیچاره کسی نیست. برابو خب بریم این ترمه کاروان رو ببینیم بشنویم برگردیم باز در خدمت شما. بله. ای ساربان ای ساربان کجا میره این کاروان؟ سلام من به کاروان ای ساربان آهسته رو
وای چه غروب تنگیه، دلم گرفته، هم ساربان هم کاروان ماتم گرفته. وای چه غروب تنگیه، دلم گرفته، هم ساربان هم کاروان ماتم گرفته. ای ساربان ای ساربان کجا می‌ری؟ در این قسمت از برنامه شو عطا و گیتا دعوت میکنم از دکتر یدالله داداشی، یکی از چی بگم، ورزشکار، مدال‌آور کشورمون، هنرمند، نویسنده کتاب و هرچی ازش بگم کم گفتم، بهتر خودش دعوت کنم بیاد اینجا تقدیر و تشکر کنه از هنرمندایی که جراح پلاستیکه. بله جراح، میخوام خودش از زبان خودش بشنویم. خب من دعوت میکنم از حبیب جهانی هم تشریف بیاری اینجا، تهیه کننده این برنامه. آقای جهانی تشریف بیاری. سلام علیکم خدمت جناب آقای دکتر عزیز که افتخار دادن تو این برنامه اومدن. خیلی ممنونم، زحمت کشیدین. من خواستم که اینا رو، البته آقای دکتر وقتی آوردن گفت خودت زحمتشو بکش، من خواستم خودش بیاد تو برنامه و راجب کتاب، راجب مدال‌هاش و راجب جراحی، راجب جراحی قراره به زودی منم عمل کنه، یه کوتاه صحبت کنه. من آقای جهانی عزیز، این فکر کنم خانم گیتا باشه، بله این کتاب سرکار خانم گیتا آقای دکتر تقدیم کنم. خیلی ممنونم. من به هر حال من دکتر داداشی هستم، جراح زیبایی هستم، به هر حال جراح گوارش هم هستم. من همیشه هنرمندا رو دوست داشتم. من در روستایی در مازندران که به هر حال نواراشون از اون موقعی که حتی گرامافون بود ما این صدا رو می‌شنیدیم لذت می‌بردیم، شاد بودیم. الان هم یعنی هنر انسان، هر کشوری با هنر زنده است. من به علت، به همین علت من این کتابو نوشتم که ما قدر هنرمندا رو بدونیم، بدونیم که جامعه ما رو هنر نگه می‌داره. حتی همین دیشب یه جا بودم که یه پاسداری که از سوریه می اومد گفت که من مردم سوریه شادن با اینکه این همه سختی بوده و من میدونم که هنرمندا هستن که شادی رو به مردم ایران میدن. من به همین دلیل این کتابو در توانای خودم چاپ کردم، نوشتم که قدر هنرمندا رو بدونیم. بعد از این هم میدونم که مردم ایران هر جا میرم یه کجا خوش به حالت که پیش هنرمندایی و من زنده باشین. شنیدم آقای دکتر، شنیدم که جلد دوم هم داریم. بله یه کتاب هزار ترانه، چون این کتاب فلبداهه بود، من اول تجربه نداشتم. به هر حال من شبایی که کتاب پلاستیک جراحی زیبایی میخوندم بودم بعد دو تا ترانه‌ام بنویسم و خیلی شبا تا 4 صبح نشستم و کتابا رو از روی نوار پیاده کردم. الان اینترنت خیلی کمک میکنه بله، ولی بازم اینترنت اشتباه داره، غلط چاپی داره که من مجبور بودم که خود نوار رو گوش بدم چندین بار، شاید 20 بار یه ترانه رو گوش میدم تا بنویسم. خب بله عزیزان با ما باشین تا پایان برنامه، با ما باشین. خدمتتون عرض کردم این برنامه برای شما سورپرایز داره. عزیزان من خداحافظی نمیکنم، چون اصلا از این کلمه خداحافظی زیاد دل خوشی ندارم، خوشم نمیاد. این شو عطا گیتا ادامه داره، در شاید 3-4 قسمت ادامه داره. من اینجا از خدمت شما بزرگواران، از ملت ایران، هر جا که هستن دارن زندگی میکنن، انشالله خوب و خوش و سلامت باشن، خداحافظی میکنم تا هفته بعد ادامه این شو رو ببینیم. این شو برای شما سورپرایز داره، این شو واقعا به قول جناب آقای عطا یه شوی ماندگاره. امروز من اینجا هستم، فردا معلوم نیست. بله خداحافظی میکنیم. بله اون آهنگ خداحافظی منو پس بله. آخر موقع خداحافظی بله قسمت اول بله که قسمت... آقای رئیس نژاد بله و آقای فکر میکنم آقای ناصری باشه که بله. یا نمیتونم شعرش رو علی ناصری خیلی عشقه بله خیلی آقای اینو به من چند تا آهنگ دادن بله. این آهنگ خداحافظ رو بله حتما هر موقع خداحافظی میکنی این بله. آهنگ رو پخش کن بله. ما موزیک ویدیوش رو در سان فرانسیسکو بله. گرفتیم و تنظیمش هم آقای آرمن بله آرمن که میدونی بزرگ بله. مرد بله. موسیقی خیلی خدمت کرده ارمنی و ایرانی بله. و نمیدونم فلانه که یعنی با یانی در بله. یه سطح هست درسته بله. و تنظیم کرده خیلی زیبا بله.
خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ عزیزان، خدا حافظ. بله خانم گیتا، خداحافظی میکنیم تا قسمت بعد. به عشق من تو خندیدی، ناله هامو تو نشنیدی، شکستی غرورم، گمونت که سنگ صبورم، دلگیرم از تو بی نهایت تا قیامت. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، ولی هفته دیگه میاد. خدا حافظ، خدا حافظ، تا هفته دیگه. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ عزیزان، خدا حافظ.